بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه برنامه ندای آزادی را تماشا می‌کنید. تمام دروس ندای آزادی برنامه‌ای هستند که مسئولیت آن به عهده سازمان جهانی معجزات می‌باشد و با حمایت حامیان محترم این سازمان ساخته شده‌اند. آیا شما آماده آزادی مطلق در زندگیتون هستید؟ امروز می‌خوام دعوتتون کنم که با ما باشید که یکی از کلیدهای مهم رو با شما می‌خوام در میون بذاریم که شنیدن صدای خداوند است. با ما باشید، خیلی خوشحال میشیم. سلام به تمام بینندگان عزیز، من کشیش کامران هستم. کشیش الناتان باغستانی هم با ما هست در این برنامه امروز. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم با شما باشیم عزیزان و این تعالیم رو دوباره به سوی شما بیاریم و دور هم جمع شیم، دور کلام خداوند و از حکمت خداوند پرشیم و بهره‌مند شیم. هللویا. من به همه شما عزیزان که دارید به این برنامه نگاه میکنید خوش آمد میگم، همینطور به عزیزانی که در جلسات خانگی نشستید، الان نظارگر این برنامه هستید. میدونم که چقدر روزای سختی دارید از این جهت که نه کلیسایی هست نه شبانی هست، ولی خدا رو شکر برای این شبکه، برای این برنامه تلویزیونی که ما میتونیم از این طریق شما رو خدمت کنیم و یک روزنه باشه. بعد کامران اینو چقدر تماس میگیرن نمیدونید که میدونید در واقع، چون با شما هم تماس میگیرن و میگن که ما کلیسا نداریم، شبان نداریم، تنها امید ما شبکه محبت هست، شبکه نجات هست، شبکه 107 هست، ندای آزادی، سیمای مسیح. این برنامه‌ای که مرتب داره پخش میشه و عزیزان ما برکت میگیرن و خدا رو شکر برای تکنولوژی. آمین. خدا استفاده میکنه از همه چیزها. آره، خیلی از عزیزان شما تلفن زدید میگید شما شبان ما هستید. بله، واقعا این کلیسای شما شده، این موقعیت و خداوند هر ابزاریو بله. استفاده میکنه که ملکوتش رو گسترش بده و بچه‌هاشو تغذیه بده، تقویت بکنه. دقیقاً همینه. هللویا. و واقعا خداوند داره از این برنامه این کارو از طریق ما برای شما انجام میده، از طریق دیگران که این برنامه رو دارن پخش میکنن به شما میرسونه. داریم در این برنامه درباره شنیدن صدای خداوند صحبت میکنیم از آن. و یکی از مهمترین کلیدهای آزادی مطلق ما در زندگیمون اینه که ما بتونیم صدای خداوند رو تشخیص بدیم از آن. در برنامه روز پیش که با هم بودیم من گفتم سه تا صدا هست، یکی صدای خدا هست که میتونیم بشنویم، یکی صدای خود ما هست و یکی هم صدای شریر هست، صدای شیطان هست. و بعضی وقتا این سوال پیش اومده که ما چجوری میتونیم اینا رو تشخیص بدیم. چیزی که خداوند، وقتی که خداوند با ما صحبت میکنه، همیشه پایه صحبت خداوند در محبته. یعنی بله. شما رو در نظر، محبت رو همیشه در نظر داره، گسترش و اجرای محبت در نظرش هست در اون چیزی که داره با ما صحبت میکنه. وقتی که ما اینو میخوام بگم، وقتی که صدای شریر رو میخواد یک جوری که چیز میکنه، صدای شریر همیشه خودخواهه. توجه میکنی؟ پر از تنفر و خودخواهیه، هیچ اهمیت به کسان دیگه نداره. گوش میدی چی میگم؟ و صدای خود ما هم بیشتر به خودش چیز میکنه، بیشتر به خودش توجه داره، زور خود همش درباره منه، منه، من. کسایی هست که همش درباره خودشون صحبت میکنن، اینجا میگن که به انگلیسی من میشه آی. و چیزی که میخوام بگم اینه، همیشه آی پرابلم دارن، یه معنی آی هم آی یعنی چشمم میشه EYE و کلمه I که من میشم اینه، همش در دیدشون رو خودشونه. کسی که اونجوری فکر میکنه واقعا خداوند نمیتونه اون شخص رو با اون چیزی که واقعا در نظر داره که استفادهش بکنه استفاده بکنه. آمین. آمین. یکی دیگه از راههایی که میشه فهمید صدای خداست اینه که وقتی خدا صحبت بکنه آرامش میاره. آمین. آرامش خدا بر ما میاره. خداوند روح متزلزل به ما نمیده، روحی به ما نمیده که ما سرگردان باشیم. وقتی سخن میگه این تشویش رو در ما به وجود نمیاره، بلکه برکت او در زندگی ما دیده میشه و ما میتونیم با آرامی صدای خدا رو بشنویم. خدای ما خدایی است که من میتونم تصور کنم وقتی عیسی مسیح رو زمین راه میرفت شخصی پر از آرامش بودش. آمین. پر از محبت بود، پر از فیض بود، کلمات او بجا بود و حیات بخش بود. اینه که خدای ما خدای آرامش بخشه. هللویا. پس شنیدن صدای خدا عزیزان، اینو میخوام باهاتون در میون بذارم، بعدش بریم این سرود رو با هم بررسی میکنیم
بعد از اون برمیگردیم و این تعلیم رو بیشتر استفاده میکنیم. شنیدن صدای خداوند خیلی سر و کار داره با آزادی مطلق. اگر بخوایم ما اون آزادی رو در وجودمون تجربه بکنیم و بتونیم به دست بیاریم، بس یاد بگیریم که چجوری میتونیم صدای خداوند رو در زندگیمون تشخیص بدیم. هللویا. و بیشتر اینو میخوام برای شما باز بکنیم. توجهتون رو به این سرود میارم الان که یکی از سرودهای گروه پرستش ما هست در کلیسامون در همین امریکا در دالاس، و بعد از اون برمیگردیم و تعلیم رو با هم ادامه میدیم. با ما باشید لطفا. Here before your altar, I am there.
just wanna wait on you, my God. I just wanna dwell on who. به این سرود واقعا خداوند ما عیسی مسیح زیباه. اسم این سرودی که الان شنیدیم با هم زیباست. خداوند ما زیباست واقعا. چه چهره ای داره عیسی مسیح؟ چهره پر از محبت، پر از محبت. کلام نشون میده که عیسی مسیح هرگز کسی رو محکوم نکرد، هرگز در واقع کسی رو با شمشیر نکشت، بلکه با محبت خودش، چنان که میگه محبت از آبهای فراوان زورآورتر است و حتی از مرگ زورآورتره، با محبت خودش قلبهای خیلی رو تسخیر کرد. هللویا. حالا به امید خدا تا چند وقت دیگه این خواهر رو کری که الان این آهنگ رو داشت میخون دعوتش میکنیم در برنامه و باهاش یه ذره وقت صرف میکنیم تو این برنامه که مصاحبه ممکنه میکنیم. مصاحبه میکنیم و حتی چند تا آهنگای جدیدش هم که از سی دی خودش داده بیرون رو با شما در میان میذاریم در این برنامه. خوب میشه. هللویا. خیلی خوب خواهد. داریم ادامه میدیم این تعلیم رو عزیزان درباره صدای خداوند داریم صحبت میکنیم که یکی از پایه‌های مهم وارد شدن در آزادی مطلق هست و اون پادشاهی خداوند. وقتی که ما وارد پادشاهی خداوند میشیم، پادشاه در اون پادشاه پادشاهی زندگی میکنه. بله. درسته؟ بله. و پادشاه میخواد با ما صحبت کنه. هللویا. و میخواد ما رو هدایت کنه با حرفش، با صحبتاش. و وقتی که هم خداوند ما عیسی مسیح پادشاه ما با ما صحبت میکنه، از آن کاری که میکنه اون کلام اون به ما حیات میبخشه. در یوحنا فصل 10 و آیه 3 میگه دربان نیز برای شبان در را میگشاید، گوسفندان صدای او را میشنوند و نزد او میآیند. واقعا. هللویا. پس توجه کنید، میگه گوسفندان صدای شبان رو میشناسن. من یه چیزی که همیشه اعتراف میکنم، هر روز به خودم میگم من صدای پدر آسمانیم و صدای خداوندم عیسی مسیح رو میشنوم. هی به خودم تکرار، هر چی بیشتر من اینو اعلام بکنم بیشتر اعتماد میکنم. و چی؟ ایمان از شنیدن پدید میاد عزیزان. پس اگر من اعتراف بکنم صدامو دارم میشنوم، کلام خداوند رو دارم میشنوم، پس ایمانم داره بنا میشه در شنیدن صدای خداوند برای آمین. من آمین. ببینید خیلی ها مردم عادیه که با خودشون حرف میزنن. آره. تقریبا یه بار یه جای خوندم روزی چند بار هر کسی با خودش صحبت میکنه، خواسته یا ناخواسته یک صدایی از درونش میاد یا اینکه به لبانش میاره. ولی واقعا چقدر از این سخنانی که ما به خودمون میگیم سخنانی است که از آسمان اومده. من وقتی کتاب مقدس رو بررسی میکنم میبینم که خدا از قوم خودش، از فرزندان خودش، از ایمانداران این رو میطلبه که اونها صدای خدا رو بشنون. در واقع هر کسی صدای خدا رو نمیشنوه با مشکلی روبرو هستش و خدا محکوم میکنه. مثلا در کتاب سفنیا در باب 3 میبینیم حتی خداوند به اورشلیم میگه تو شهر فتنه انگیز و نجس هستی، آواز رو نمیشنوی، تعذیب منو نمیپذیری و بر خداوند توکل نمینمایی. ببین چقدر دردآوره. خدا انتظار داره که ما صدای او رو بشنویم. بله. پس من دعام اینه که خداوند چه چیزی مانع میشه ما صدای تو رو نشنویم؟ آیا توجه ما به صداهای دنیا هستش؟ آیا بی ایمانی ما هستش؟ آیا شک ما هستش؟ کامران جان یه حرف خوبی میزنه همیشه، میگه کسی که شک داره مثل کسی که دو تا سر داره و کسی که دو تا سر داره نمیتونه تصمیم بگیره، چون دو تا سر یکی میگه بکن یکی میگه نکن. میدونی همیشه با هم در منازعه هستن. کلام خدا میگه روح و جسم همیشه با هم در منازعه هستن. ما باید از این جسم بکنیم و به روح بپردازیم و این گونه میتونیم به روح بپردازیم که وقتی کلامو میخونیم و اجازه میدیم که از روح خدا پر بشیم. روح القدس سخن میگه، روح القدس عمل میکنه. عیسی مسیح گفت وقتی روح القدس بیاد شما را به جمیع راستی‌ها هدایت میکنه. در اشعیا گفتش خداوند وقتی در آن روز مسیح میاد صدای از عقبتون میاد که به تو میگه راه کدام هست. هللویا. پس این اراده خداست، این برنامه خداست اگر ما در ملکوت خدا هستیم. بله. پس خداوند صحبت میکنه. آمین. اینجا میگه در همین یوحنا که داشتم برای شما میخوندم الان فصل 10 آیه 27 هم اینه میگه، میگه که گوسفندان من صدای مرا میشناسند، من نیز ایشان را میشناسم. آمین. و آنها به دنبال من میآیند
پس چیزی که قشنگ باید بررسی کنیم و برای ما واضح بشه و میخوام توجه بکنید اینی که صدای خدا برای شما در دسترس شما هست عزیزان. آمین. نزدیک شما هست و همینطور که به گوسفندان او توانایی توجه کنید، گوسفندان خداوند کیان؟ ماها هستیم و خداوند هم توهین نمیکنه که ما بگیم ما گوسفندیم. تشبیه میکنه. آره داره تشبیه میکنه اینجا برای ما. میگه گوسفندان اون توانایی شنیدن صدای خدا رو دارن. کلام خدا، یعنی ایمان ما بر این کلام بس بنا بشه. وقتی که ایمانتون رو روی این کلام تمرکز میکنید، روش تفکر میکنید، به خودتون اینا دوباره تکرار میکنید و یادآوری میکنید که من صدای خدا رو میشناسم، گوسفندان من صدای من را میشناسن، عیسی مسیح میگه. پس پدر من صدای منو میشناسه. هللویا. ما صدای اونو میشناسیم و چی؟ و اونم دنبالش هم میریم، اطاعتش میکنیم و دنبالش هم میریم. پس چیزی که اینجا خیلی مهمه توجه بکنید اینی که خداوند داره صحبت میکنه و شما میتونید صدای اونو بشنوید. اتفاقا اگر ایماندار هستید شما عزیزان، توجه کنید، اگر ایماندار هستید به خاطر اینکه صدای اونو شنیدید شما ایماندار شدید. دقیقا. نمیتونست یک نفر ایماندار بشه ولی بگه من صدای خداوند رو نمیتونم بشنوم. بله. اگر واقعا ایماندار شدید چی شده اینجا؟ شما صدای خداوند رو شنیدید که تونستید به سوی اون بیاید. بله بله. درسته؟ کتاب مقدس در کلام خدا، مخصوصا در کتاب مکاشفه، در 7 کلیسا، به هر 7 کلیسا خداوند عیسی مسیح میگه هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چی میگه. خداوند سخن میگه و کلیسا صدای او را میشنوه. دقت بکنید، همونطور که برادرم دارن میگن، شروع زندگی روحانی ما با شنیدن صدای خدا هستش. هللویا. ما روز صدای خدا را شنیدیم که گفت نزد من بیا فرزند من، اگر به من احتیاج داری، اگر میخوای حیات جاودان پیدا بکنی، اگر از گناهان خسته شدی، اگر درمانده شدی، ما اون صدا را اطاعت کردیم. ولی اون صدا اونجا هیچ وقت تمام نمیشه، بلکه اون صدا مادامی که ما روز زمین هستیم با ما هست، چرا که در تمام این مسیر زندگی روحانی خدا با ما حرف میزنه. شما تصور بکنید وقتی عیسی مسیح روز زمین بود با شاگردان خودش، بارها اونها رفتن به دعا و بارها صدای خدا آمد، این از پسر حبیب من که از او خوشنودم، یا به طرق دیگه خدا توسط روح القدس و توسط عیسی مسیح با مردم صحبت کرد، با شاگردان صحبت کرد. امروز هم خداوند ما عیسی مسیح و روح القدس توسط خادمین خودش حرف میزنه. برای چی اصلا ما کلیسا میریم؟ برای چی کتاب مقدس میخونیم؟ برای چی این برنامه تلویزیونی هست؟ تا اینکه اینا وسایلی بشن در دستای خدای زنده، تا اینکه صدای او و پیغام او به گوش‌های بسیار برسه. یک عزیزی خیلی خوب میگم، ما مثل ناودونه هستیم. یادت در ایران ناودون داشتیم؟ از پشت بام آب میومد و میرفت به جوب‌ها میرفتش. حالا خداوند میخواد از این لوله‌های خالی، از این ناودون‌ها استفاده بکنه که ما هستیم، فرزندان خدا هستن، عزیزانی که در ایران هستن، در افغانستان هستن، در اروپا هستن، در هر جایی که هستن، در خود آمریکا که دارید برنامه ما رو نگاه میکنید، ما اون وسایلی هستیم که خدا میخواد از طریق ما کلام خودش رو بفرسته. اما شروع اون با شنیدن شروع میشه. بله. اگر من نشنوم چه پیغامی دارم به مردم بگم؟ منم میام یه سخنرانی میکنم، مثل خیلی‌ها که میشتن، رئیس جمهور آمریکا میاد، رئیس جمهور کشور دیگه میاد، میشه یه سری سخنرانی‌ها میکنه، یک سری ادعاها میکنه، ولی چون سخن انسانه دوامی نداره. بله. پس بنابراین اگر صدایی که از ما شنیده میشه دیگران میشنون، صدایی نباشه که خدا من گفته، اونها هم یک نصیحت، یک پندی بیشتر نخواهد بود، در نتیجه بی قدرت و بی قوت خواهد. دقیقاً. اتفاقا تمام این تعالیمی که الان دارید میشنوید، دلیلی که دارید میشنوید اینه که ما شنیدیمش. من داشتم با هم صحبت میکردیم و خداوند اینا رو با ما، اتفاقا من در دعا بودم برای شما عزیزان و همیشه من اینجوری به موعظه‌ام اینجوریه، میشینم دعا میکنم، میگم عزیزانی که دارن برنامه رو نگاه میکنن الان در چه مرحله‌ای هستن و خداوند تو چی میخوای باهاشون صحبت کنی عزیزان، و این تعالیمی که الان به سوی شما داره میاد به خاطر اینه که خداوند جواب دعای ما رو داد. بله. که جواب دعای شما رو بدیم عزیزان. پس وقتی که اینو درک میکنید، اون موقع است که به سوی اون آزادی مطلق میرید. ما یه جمله میخوام از این کتابی که دارین آماده میکنیم برای شما، اسمش آزادی مطلق هست که نوشتیم، میخوام یک جمله برای شما بخونم که شیطان همیشه میخواد شما رو متقاعد کنه که برای شنیدن صدای خداوند کفایت لازم رو ندارید. شما نالایق هستید. آره نالایقی. یعنی شو کامران ممکنه بشنوه، الناتان ممکنه بشنوه، آقای نمیدونم ایکس، آقای اگریک همه ممکنه بشنوه، ولی شما نمیخواید بشنوید. دروغه. برای چی؟ برای که میخواد بهتون بگه
کامران رو محبت میکنه، دوست داره، ولی تو رو محبت نمیکنه. و اون دروغ شیطانه که میخواد از شما جلوگیری کنه که شما صدای پدر آسمانیتون رو نشنوید. و خداوند میخواد امروز به شما بگی، الان تو قلب من اومد اینه که به شما نبوت کنم. خداوند میخواد با شما صحبت کنه و قدمهای شما رو مبارک کنه و به سوی اون هدفی که برای شما در نظر داره شما رو برسونه. خداوند داره به من نشون میده که زندگی کامیاب و موفقی برای تک تک شما در نظر داره. و اون کاملا بستگی داره، میگه با شنیدن صدای من، صدای خداوند دیگه. و میگه توجه کن به صدای من که صدای منو تو میتونی بشنوی. ایمان داشته باش، میگه که صدای منو تو میتونی تشخیص بدی. برای چی؟ برای که گوسفند من هستی و گوسفندان من، فرزندان من صدای من رو تشخیص میدن، میشنون و میتونن اطاعت بکنن. هللویا، خدا رو شکر میکنم برای این کلام. خداوند داره با شما صحبت میکنه الان عزیزان. و شیطان کارش همیشه اینه که بیاد اعتماد شما رو از شما بدزده. چجوری؟ تو کی هستی که فقط خداوند با تو صحبت کنه؟ همیشه میخواد اون اهمیت شما رو، اهمیت میگیم دیگه درسته، اهمیت ارزش شما رو از شما بدزده. ببین اگه اونو بدزده زندگی شما رو دزدیده. ولی یه چیزی بخوام به شما بگم عزیزم، توجه کنید، ارزش شما اینقدر زیاده که خداوند ما عیسی مسیح اومد خون بیگناهش رو برای تک تک ما، شما و ما ریخت و ما رو بازخرید کرد. بهای گناهان ما رو برای ما پرداخت عزیزان، که ما بتونیم در اون آزادی مطلق زندگی کنیم. واقعا قلب من برای تک تک شما عزیزان اینه که شما در اون آزادی مطلق زندگی کنید و در اون اسارتی که شیطان از طریق موقعیت‌های مختلف، حکومت‌ها، افکارهای درست، افکاری که مطابق کلام خداوند نیست که میخواد شما رو در اسارت نگه داره، خداوند اومد که اونو شما رو آزاد کنه عزیزان. اینو دارم باهاتون در میون میذارم، اینو داریم با شما اینجوری با این آتش داریم با شما اعلام، به شما اعلام میکنیم. برای چی؟ خداوند میخواد شما رو آزاد کنه عزیزان. خواست خداوند اینه که شما در اون آزادی مطلق زندگی کنید و اون با شنیدن صدای پرمحبت اون شروع میشه عزیزان. آمد. این واقعا خواست اراده، خواست و اراده خداوند برای شما. عزیزان میخوام توجهتون رو به این اعلان که میخوام برای شما پخش بکنیم جلب بکنم. ما بر میگردیم بعد از این و میخوام برای تک تک شما عزیزان دعا بکنیم که خداوند صدای خودش رو برای شما آشکار کنه که شما قشنگ بتونید اونو صداشو تشخیص بدید و به اون سرنوشتی که برای شما در نظر داره برسید. لطفاً با ما باشید، ما الان برمیگردیم. آزادی یک مقصد نیست، بلکه یک سفر زندگی است. برای ادامه زندگی غنیتان در سفر آزادی، ما سری برنامه‌های آزادی مطلق را در یک بسته زیبای CD DVD و کتاب تهیه کرده خدمتتان ارائه می‌دهیم. با ابتیاع این بسته مفید، ما را در پیشبرد شبکه ندای آزادی حمایت و پشتیبانی می‌نمایید. ضمن سپاس از شما عزیزان، با یکی از طرق زیر با ما تماس حاصل فرمایید. آیا شما در فیسبوک و تیوتر هستید؟ از شما دعوت می شود از طریق فیسبوک و تیوتر به خانواده جهانی ندای آزادی بپیوندید. بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم، مهماندار شما در برنامه ندای آزادی. کنار من همسر عزیزم امی و پسر ما هم دانیل هست و به تک تک شما درود میگوییم. آیا زندگی شما توسط برنامه های ندای آزادی لمس شده و تغییر یافته؟ بسیاری از شما بینندگان محترم با ما ارتباط ایجاد کردید و اعلان کردید که چجوری برنامه های ندای آزادی باعث برکت زندگی شما شده و ما خدا رو شکرگزاریم برای این. آیا مایل هستی تا با هم سهیم شویم؟ منظورمون از سهیم شدن چیه؟ این شخص فردیه که از طریق برنامه‌های ندای آزادی تشویق و کمک شده. یک حامی واقعی، کسیه که خدمتی را ممکن می‌سازه برای ما. دقت کنید، با اتحاد و با سهیم شدن
به صورت حمایت مالی ماهانه خود و دعاها و توسط کمکاتون برنامه‌های تلویزیونی ندای آزادی گسترش می‌یابند و اشخاصی که هنوز فرصت شنیدن این پیغام رو نداشتن به این امکان دست می‌یابند. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید. سپاسگزارم. آیا شما حاضر هستید که با ما سهیم بشید در این خدمت؟ ازتون درخواست میکنیم که با دعاهاتون، با پولهاتون، دهیکاتون، هدایاتون میتونید با ما متحد بشید، از این برنامه های ندای آزادی حمایت بکنید و با ما شریک بشید در این خدمت و پادشاهی خداوند رو در زندگیتون و در جهان گسترش بدید. این یکی از روش هایی است که خداوند انتخاب کرده که نه تنها زندگی شما رو برکت بده، بلکه از طریق زندگی شما، از طریق زندگی ما، زندگی دیگران هم به سوی برکت برسونه. وقتی که داشتیم این اعلان رو پخش میکردیم، خداوند این آیه رو در قلب من گذاشت برای شما عزیزان. در عبرانیان فصل 4 و آیه 7 میگه: اما خدا از روی رحمت خود فرصت دیگری را تعیین فرمود و اون فرصت همین امروز است. به همین جهت سالها بعد از نخستین انسان در ورود به آرامش الهی، خدا به زبان داوود نبی فرمود: امروز اگر صدای خدا رو میشنوید نسبت به اون بی‌اعتنا نباشید. ببین از شما صدای خداوند شنیدید امروز و مطمئن هستم قلبتون رو داره لمس میکنه. میخوام برای شما دعا بکنیم الان با هم متحد بشیم الناتان جان. و برای عزیزان، اگر آماده هستید که خداوند و عیسی مسیح رو بپذیرید خداوند خودتون، این دعا رو با من تکرار بکنید. بگید: ای خداوند عیسی مسیح، گناهان منو بیامرز، ایمان دارم که تو خداوند من هستی، ایمان دارم که تو پسر خدایی، قلب منو پر کن از روحت، گناهان منو ببخش و زندگی منو دیگرگون کن و گوشهای منو لمس کن که صدای تو رو بشنوم، به نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان اگر این دعا رو کردید، شما تولد نو رو به دست آوردید، ازتون درخواست میکنم با ما در تماس باشید و همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح است. خدا نگهدار شما. او هللویا، گلوری به خدا. تا بعد از اونها منفی هستن. What the heck? No, give me that. Now you have double problem. Ah! What's